قضیه تسلط زیاد چیز نبود، ولی وقتی راجع به فیلم میخوام حرف بزنم چون تحصیلات آکادمیک من تو سینما اینجا بود، یکم اصطلاح رو به فارسی بلد نیستم، همین فینگلیش صحبت میکنم. بزرگی خودتون یه ببخش معرفی خودم، اگه بکنم بعضی از ایونت های نما نه سینما اگه قبلا اومده باشین شاید من دیده باشین، یا فیلم های مثلا فیلم ماهی و گربه رو اگر اومده بودین اونجا من دیدین احتمالا، یا برنامه های سینما ایرانی تیف. و من برای چند تا وبسایت نقد فیلم می نویسم، یا پادکست راجع به سینما ایران هم دارم به اسم هلو سینما با یه کوهوست که متاسفانه فکر کنم تا آخر سال البته کنسل میشه ولی فعلا هستن، اگه دوست داشته باشین گوش کنین. یه کامنت کوچیک راجع به فکر کنم خشایار بود اسم شما، درسته؟ اصلا این فیلم تی وی مووی بوده اولش، بعد که پرودوسر از فیلم خوشش اومد فیلم رو تو سینما اکران کرد، بیشتر به خاطر مارکت آمریکا بود فکر کنم. سال 85 فیلم رو توی انگلیس نشوندن، 86 توی آمریکا، ولی اصلا از اول برای تلویزیون ساخته شده. برای همینم شاید قاب بندی و اینا اصلا برای سینما مناسب نباشه. به هر حال واقعا بیشتر کامنتاری که من راجع به فیلم داشتم هر کدومتون اشاره کردیم بهش، فقط من در ادامه همین روال خود فیلم چیزهای مختلف و کوچیک کوچیک بهش اشاره میکنم، هیچ کدومش هم عمیق بکنم واردش نمیرسیم بشیم. در مورد خود کارگردان یکم بگم، ستیون فریرز، نمیدونم فیلم های دیگه شد دیدین یا نه، این سومین فیلمشه. فیلم اولش سال 1971 ساخت، بعد چندین سال دیگه فیلم نساخت تا 1974 که همینجور که خشایار اشاره کرد تو سینما، توی تلویزیون و بی بی سی بیشتر کار میکرد. و فیلم سال 1984 شده شده هیت، خیلی هم قشنگ نیست، بیشتر فیلماش خیلی قشنگ نیستن واقعیتش، شاید این بهترین فیلمش باشه. هنوزم آخرین فیلم های مشهوری که ساخت چند سال اخیر فیلم The Queen بود فکر کنم سال 2006 که هلن میرن براش اسکار گرفت، نقش کوین الیزابت بازی میکرد. دو سال پیش فیلم ساخت فیلومینا که باز فکر کنم جودی دنچ براش اسکار بود اینا، و هیچ کارگردان خیلی صاحب سبک و ادونچرسی نیست. این دو تا فیلم اولش همین The Hit و این فیلم امروز و شاید فیلم The Grifters اینا مثلا همینجور که امیر اشاره کرد چون خودش کارگردانی نیست که خیلی ادونچرس باشه و سبک خاصی داشته باشه، به نظر میاد که داره خیلی زور میزنه، داره سعی میکنه مثلا یه ستایل put a stamp some sort on a film و خب بیشتر وقتا موفق نیست همینجور که امیر گفت. مثلا این فیلم از نظر فرمال حتی غیر از اینکه حالا تون صحنه به صحنه فیلم فرق میکنه، شاید بعضی جاهای فیلم مثلا گنگستر فیلم بعضی جاهاش سلپستیک کمدی اینا، ولی حتی کمدی فیلم هم یه روند خاصو نداره. همین صحنه‌ای که تو اشاره کردی راجع به اولین باری که ما میبینیم جانی و عمر هم دیگر میبینن تو خیابون، مثلا اون صحنه میتونه مال یه گنگستر فیلم نئونوار باشه، میتونه صحنه شروع دعوا تو وست ساید استوری باشه، like it could be a musical, it could be anything, right? It has no character and it has so many characters, in fact it has no character basically. ولی میگم این یه نظر شخصی من راجع به فیرزه. بیشتر این فیلم حنیف قریشیه شاید که نویسنده فیلمنامه فیلمه. کوریشی بیشتر کتاب ها و فیلم هایش که و نمایشنامه هایش که خوبن یه خاصیت اتوبیوگرافیکال دارن راجع به زندگی خودش، که خب خودش پدرش پاکستانیه و مادرش انگلیسیه و در فکر کنم سابر براملی توی جنوب لندن به دنیا آمده و بزرگ شده. و حتی بعد از این فیلم کسی اینجا فیلم کتاب بود آف سابر بیا رو خونده مال کوریشی، همون 4-5 سال بعد از این فیلم اگه درست یادم باشه اون کتابو نوشت. وقتی اون کتابو میخونینم یه جوری آدم اگه این فیلمو دیده باشه احساس میکنه همین کاراکترها وارد اون کتاب شدن، فقط اسمشون عوض شده. حتی تمای مثلا مربوط به هم جنس گرایی، تمای دوره تچریزم مثلا تو انگلیس، همه اینا توی اون کتابم تکرار میشه. اون کتاب خیلی بهتر از این فیلمه و کلا خیلی هم طولانی نیست، very enjoyable read، خیلی entertaining از این چیزاست که اصلا نمیتونه بذاره زمین. پیشنهاد میکنم همه اون کتابو بخونم. ولی این به نظر من این فیلم بیشتر فیلم حنیف قریشیه. یه فیلم دیگه یا دو تا دیگه هم شاید با هم کار کردم با استیون فریرز که هیچ کدوم به این خوبی نیست، ولی به هر حال a couple of comments again that you guys made, like the foot thing that I think you mentioned about
how Frears has these like weird, really weird motifs in all his films. به یه آبجکت خاصی گیر میده و توی فیلم مثلا 4 بار 5 بار در صحنه‌های خیلی کلیدی اون آبجکت تکرار میشه. توی این فیلم خب آینه و شیشه مثلا چند بار هستن که موتیفیه که خیلی فیلم سازا ازش استفاده میکنن به خاطر اینکه به خاطر ترانسپرنت بودنش خیلی باش کار میشه انجام داد. توی این فیلم مثلا اون صحنه‌ای که عمر و جانی با هم دو طرف شیشه وایستادن توی خوشویی به هم دیگر نگاه میکنن they literally become one because he superimposes their images on top of each other. یا مثلا آینه حتی اولین صحنه فیلم که ما اولین اینترودکشن به عمر نیست ولی اولین باری که کت شلوار میپوشه خونه که پدرش میگه are you getting married ولی خوشحال از اینکه کار جدید گرفته he's finding a new identity and we see that all shot through the mirror. یعنی حالت مثل میرور استیج ژاک لاکان رو داره که میگه آدم آیدنتیتی خودش رو توی آینه و اولین بار وقتی خودش رو میشناسه آیدنتیتی رو میفهمه. The film is literally showing us that. ولی مثلا این قضیه پا خیلی موتیف بی ربطیه. I don't understand why he does that. It's really irritating actually. مثلا ناخون گرفتن. It's so gross too. Who has laid nails that long? یا این قضیه مثلا اون صحنه که پاشو میذاره رو It's like an statement of power. یعنی اون صحنه که مثلا پس عمر رو میخوانه رو زمین سلیم با پا میذاره رو صورتش یا همینی که شما گفتین اون صحنه که مثلا پا نشونه از قدرته و حالا sexist or patriarchal power, right? Because he's asking someone to massage his feet, so I guess different kind of motif. There's like 3 or 4 angles you can look at this film from. همونجور که گفتم همش رو فکر کنم خورد خورد مشتاق کنیم. یکی قضیه queer representation تو این فیلمه که خب این فیلم به دلایل مختلف دلیل اصلیش هم سکسی بودن دنیل دی لوئیس یا حالت کالت استاتسی داره بین مخاطبای همجنسگرای سینما. یکی از همین وبسایت هایی گفتم من براش می نویسم The Film Experience اسمش و توی 12 یا 13 تا رایتر وبسایت فکر کنم تنها کسی که گی نیست منم. همان پسر و این اِتس وی هاف ا رانینگ لیست اف لایک دی بست فیلمز اف آل تایم. این همیشه هست برای اینکه یه حالت کالت استاتسی بین چیز داره. در حالی که به نظر من اتفاقا برخلاف حرفی که یکی دو تا از شما زدین خیلی این جنبه مهمی تو این فیلم نیست. یعنی یه حالت خیلی شجاعانه و رولوشنری داره که توی دهه 80 توی انگلیس یک فیلمی بیاد راجبه این مسئله رو کامل نورمالایز باش برخورد کنه و هیچ منشنی از این توی فیلم نیست که به نوعی حتی میشه گفت مثلا عموه وقتی جانی و تانیا رو با هم میبینه تو حیاتش تو مهمونی بیشتر تعجب میکنه و میترسه. یعنی این قضیه که حالا در ادامه تم این سری فیلم ها encountering the other you encounter the white other it's more shocking for him than discovering the two who were obviously having gay sex at the back of the laundry, right? So for him to encounter the white person is worse than seeing gay people. And in Buddha of Suburbia, in the same book I was telling you about, exactly the same thing. But in حالت این خیلی خوبه از یعنی از دید همونجور که شما میگفت فکر کنم شما گفتین در 80 توی انگلیس خب این خیلی it was way ahead of its time. توی Buddha of Suburbia وقتی پدر پاکت اون کتاب فکرم هندیه کاراکترش پدره وقتی میفهمه که پسرش رو اولین بار دقیقا این همین صحنه توی اتاق با یه پسر سفید پوست پیدا میکنه که my own son putting his penis in someone's shithole and then he walks out and that's the last mention in the book and it's like but how did that happen in the 80s خیلی جلوتر از زمان خودش بود اون موقع فکر نمیکرد که مثلا یه چیزی کاملا نورمالایز باشه بیاد پدر اینو بگه و بعد یه کامل زندگیشون رو بکنن راحت براش این قضیه نورمال ادامه پیدا بکنه. به هر حال از نظر من خیلی این فیلم به قول انگلیسی زبانه it doesn't make a big deal of the homosexuality of the main character. It does the opposite, which probably is more revolutionary because it does the opposite. Like it's not talking about any gay. It's not talking about gay issue. Being gay in this film is not an issue. It's just a fact of the two people who live there. They're that, and no one really cares. چیزش اینه که غیر از اینکه خب در جامعه پاکستانی حتما این قضیه خیلی بیگ دیل تر بوده از چیزی که این فیلم نشون میده بین فاشیست ها هم همینطوره and the neo nazi I think they're from the national front in the UK at the time they don't even care that he's like sleeping with they care that he's sleeping with a Pakistani guy but they don't care that he's a guy right so
ولی برعکسش ریس و اتنیسیتی توی این فیلم خب خیلی رول مهمی بازی میکنه. یکی از شما فکرم اشاره کرد به این موضوع که اتفاق ریس رو مثلا it doesn't make a big deal out of it and it's more about poverty and more about like white and black and brown and all that being poured together. مشکلی که توی انگلیس اون زمان بود این بود که race was a factor actually. به خاطر اینکه زمان در آخر دهه 70 و در تقریبا تمام طول دوره نخست وزیری مارگرت تاچر از سال 78 تا 90 فکر کنم 12 سال. Am I right? You're not checking out. در تمام اون دوره ریس خیلی مسئله مهمی بود. یه جوکی که توی این فیلم نشون میده اینه که مهمترین سخنرانی مارگرت تاچر از این نخست وزیر انگلیس بشه یه سخنرانی کرد که گفت توش گفت this country is swamped by 4 million Pakistanis and that's an awful lot. و این خب خیلی حرف بیادبانه بود ولی به نوعی هم باعث شد که مارگرت تاچر انتخاب بشه به عنوان نخست وزیر. برای اینکه جامعه لو کلاس و میدل کلاس انگلیسی که اون دوره فکر میکرد که ایمیگرنت های you know, pre-colonial British era از تمام کشورهای که اونا قبلا صاحبش بودن به نوعی کارایی با کشورهای هند و پاکستان اینا حالا وارد انگلیس شده بودن یه احساس ریزنتمنت و نفرتی برای این ایمیگرنت ها بین سفیدپوستای آمریکا انگلیسی بود که این اتیتودی که هنوز هم شاید کانسرواتیو ها توی کانادا و آمریکا و انگلیس همه دارن که مثلا all these immigrants them they come in here getting our jobs blah 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 و همین باعث شد بعد از اون سخنرانی تاچر به نوعی انتخاب بشه. جوکش اینه که اون فکر میکنم سخنرانی که کرد برای تلویزیونی بود به اسم گرانادا تی وی استیشن and they own a Ford Granada in this film that is repeatedly shown like you always see a close up of the Granada every time they talk about Thatcher which is kind of funny. Anyway, اون موقعی که این فیلم ساخته شده فکر می‌کنم سال 1983 داشت فیلم برداری می‌شد انگلیس اوج مشکلات نژادی و اقتصادیش بود دو سه سال اول نخست وزیری تاچر و جنگ‌های فاکلند بریکستن رایتس لیورپول رایتس لیدز رایتس all the race problems that were going on in the UK so این فیلم در واقع زاده اون زمان خیلی خاصه تو انگلیس و شاید هیچ وقت دیگه در سال مثلا 95-2005 همچین ریلیشنشیپ های معنی نداشته باشه برای اون طبقه مردم انگلیس ولی یه زمان خیلی خاصی در دوره تاچر خب این خیلی جالب بود و it spoke to the heart of the matter with people. یه چیزی که جالبه اینه که خب این فیلم از همون صحنه اولش نشان سکانس اول فیلم it's very like immediately destabilizing برای اینکه انتظاری که شما از یه فیلم social issues دهه 80 انگلیس دارید اینه که okay it's probably about white people lording over like black and brown people. اولین سکانس فیلم یه مرد سیاه‌پوست و سلیم که پاکستانی میان و جانی و دوستاش که سفیدپوست رو از آپارتمان میندازن بیرون. So you immediately know this is not what you expect the film's gonna be. It's the reverse of that. و یه مواکری در واقع میکنه از تمام کانسرواتیویسم و تاچریسم اون دوران یعنی صحبت هایی که تاچر اون موقع میکرد و فکر میکرد داره برای میدل کلاس آدمای میدل کلاس وایت انجام میده توی انگلیس که اینا مثلا like take our country back the nation take our nation from the immigrants all that stuff and then this film is about brown people coming to the UK and understanding that, okay, there's an opportunity for us here. So we were the colonized, now we're going to come back and, you know, lord over our colonizer. این هم چند بار توی فیلم تکرار میشه. البته این لزومن چیز خوبی نیست. همونجوری که چند نفر تو هم اشاره کردین مشکل داره که فیلم نتونه این حرفاش رو بعضی وقتا نشون بده و مجبور باشه تکرار کنه. یعنی هی گفته میشه تو فیلم که اوکی now what are you doing? You're now washing my floor or whatever. چند بار این قضاره هی به زبون میارن. یعنی خب تو خیلی از فیلم ها ضعفه که حرف مجبوره هی با گفتن به مخاطب تکرار بشه از اینکه فیلم اینو خیلی ساتل بفهمونه به آدینس. در این حال حالت کومیک و خنددارش رو حفظ میکنه که در واقع جای این آدم ها با هم عوض شده. One second.
حالا از همه هم بیشتر توی کاراکتر عمو این قضیه مشخصه. یه چیزی من میخواستم راجع به این بگم که مطمئنم اینجا نوشته بودم برای خودم ولی الان پیداش نمی کنم چون دست خطم خیلی بده. I guess we can forget about it. پیداش میکنم بعد. مسئله دیگه که تو فیلم خیلی مهمه مسئله آیدنتیتیه obviously, and it's an important thing both for Qureshi and Frears in their other movies. حتی مثلا فیلم Grifters of Frears راجبه اصلا مسئله ایمیگرنت و اینا نیست. It's about con artists and it's a very entertaining crime movie. ولی کارکتر اصلی اون فیلم که جان کیوزک نقشش رو بازی میکنه تمام فیلم دنبال اینه که آیدنتیتی خودش رو به بقیه ثابت کنه. یعنی به قول خودمون مثلا بقیه داخل آدم حسابش نمیکنه. حتی مادر خودش که خلافکار خیلی حرفه‌ایه اصلا قبول نداره پسر رو. و فیلم is about like establishing an identity basically. And he likes that in a lot of his films. Even Philomena to an extent is about that. کوریشی هم همینجور توی ناولاش و اینا به غیر از اینکه خب مسئله آتوبیوگرافیکال هست و راجب خودش و اینکه کانفلیکت هایی که داره راجب زندگی خودش به عنوان آدم هاف براون توی انگلیس این موضوع براش خیلی جالبه و اینو فکر کنم به خاطر همینه که با هم کانکت کردن توی این فیلم. آیدنتیتی هم اینجا اینو یکی از شما اشاره کرد به این موضوع که I forget who it was, sorry. گفتید که منتالیتی های آدم ها با هم متفاوته. Like everyone has their own mentalities and the film tries to get into them as individual characters. این هم به نوعی مثل همون قضیه the queer aspect of the film. This is equally revolutionary. برای اینکه توی کشورهای سینمای کشورهای کلونیال تا قبل از دهه 80 هر وقت فیلم راجع به کاراکتر ماینوریتی هست they're treated as the monolith. The black people, the queers, the women, the blah blah blah. So expectation is like, okay, black people are gonna be this in the movie, and the queers are gonna do that, and the women are gonna be that. And بعد که این پروسه یواش یواش عوض شد در دهه مثلاً middle of the 60s و 70s اینا برعکس شد قضیه. یعنی اون دوره موقعی بود که یه سری فیلم سازای مثلاً سیاه‌پوست و ماینوریتی اینا دوربین دستشون گرفتن و شروع کردن فیلم ساختن. و یه مشکلی پیدا کردم به اسم burden of representation which you probably heard about in previous lectures. یعنی اینکه وقتی شما ممبر ماینوریتی باشین you're burdened with the responsibility to represent your community, right? So you always tend to portray it better. مثلا حتی وقتی اینجا ما خودم هم اکسپکتیشن به عنوان گروه ایرانی همیشه اینه وقتی توی تیف یا توی مثلا برنامه‌های خودتون اینجا فیلم نگاه کنین همیشه نصف کراد وقتی از ساخت عمومی میاد بیرون میگه که اوه این مثلا راجع به جامعه امروز ایران چی میگفت. But it doesn't have to say anything, right? Like filmmaker صفی یزدانیان خیلی عصبانی شد از اینکه این سوال پرسید بعد از فیلمش که مثلا به عنوان یه فیلمساز ایرانی like why do Iranian filmmakers always do this? It's like I don't know. Ask other Iranian filmmakers. Like I don't have the responsibility to represent a whole bunch of people. This is something that in the 60s and 70s minority filmmakers were really burdened with to like portray black people as better than they are. You can't talk about like crime in black communities because then what are you doing for your community as a black filmmaker? What are you doing for Iranians as an Iranian filmmaker if you show and everybody in John Coleman is سیاه نمایی از این لغتایی که من خیلی بدم میاد. مثلا okay, but that's the reality. So they don't have a responsibility to make it better, right? This, in the 80s, it was kind of a break from that. So the minority filmmakers weren't really burdened with the burden of representation anymore. این هم که میگید که منتالیتی های مختلف دارن کارکتر فیلم درسته و این یکی از جنبه هایی که حالا میگم خود من خیلی این فیلم رو دوست ندارم اومد ولی it's one of the things that interests me about the film. یعنی شما توی کارکتر های براون این فیلم تمام رنج آدم هایی دارین از سلیم که خلافکاره and he's obviously a drug dealer. And there's a big problem with him. To اسم پاپای هرچی که اسمش هست که خب یه آدم ایدئالیستیکه و به پرینسیپال خودش خیلی پایداره و حاضر نیست که مثلا هر کاری به خاطر پول انجام بده و همین باعث شده که کاملا دیوونه بشه تا آدمی که کپیتالیسته و راه خودش رو تو جامعه پیدا کرده تا تانیا و اون مارکت جنریشن بعدی هم they're conflicted about their personalities. But this is not, there's no brown community here. Like brown people are divested of their hegemony basically. They're all different people. And that's very valuable about this film.
در این حال let's go through my notes. Find what دوباره یه چیزی می‌خواستم اینجا بگم که در مورد این البته یکی هم اشاره کرد راجع به ژانرهای مختلف فیلم که خودم گفتم البته ژانرهای مختلفی داره ولی اینم یه بریک نیست در واقع ولی حالت اِوولوشن از سینمای انگلیس. خود من خیلی اونقدر با سینمای انگلیس آشنا نیستم، بیشتر مایلستون‌های فیلم‌های خیلی مهمش از هر ژانر و پریود خاصی رو دیدم. اما خب سینمای انگلیسی تردیشن خیلی قویه داکیومنتری فیلم میکینگ و ریالیست فیلم میکینگ داره که این در دهه 50 و 60 به اوج خودش رسید و بعداً شاخه‌های مختلف پیدا کرد. مثلا کن لوچ یکی از فیلمسازهای خیلی مشهور انگلیسی با فیلم کس تو دهه 60 شروع کرد فیلمسازی و اون فیلمسازی که هنوز کاملاً ریالیسته و ایتس لایک گریدی تایپ اف ریالیسم. The other one, like Mike Lee, for example, is a different type of realism in form. که اون فقط ریالیسمیه که با هنرمندها بشینه و بداهه پردازی کنن و یه فیلم اونجوری پرورش بده. مدل ریالیسمش فرق داره. Terrence Davis, he's like, he made, or even Mike Lee to some extent, they call kitchen sink filmmakers. So what happens in the film is at the kitchen sink in their kitchen. So it's so realist that any moment at a kitchen sink could be part of a film, right? Stephen Frears این فیلمش بیشتر فیلماش هیچ ربطی ندارن به این موومنت ولی این فیلمش در واقع اِوولوشنی از ریالیست بریتیش فیلم میکینگ هم در کانتنت و هم در فرم. اینو یه منتقد نیا آکادمیکی هم هست که اسمش اگه درستی هم باشه فکر کنم مونیکا پاسکوال اگه درستی هم باشه یونیورسیتی اف زاراگوزا ان اسپین شی تیچز اند شی هاز ا وری گود تکست اون دیس بوک اند آی ثینک شی منشنز دیس دت دیس از بوث ان اِوولوشن ان کانتنت اند ان فرم. فرم به خاطر اینکه بیشتر فیلم‌های بریتیش ریالیست حالت فیلمسازیشون خیلی ریالیسته در حالی که این فیلم همونجوری که اشاره کردی مثلا it's not realist at all, it's bombastic, it's so much, it's overwhelmed with style. ولی کانتنت هم همینطور ریالیزمیه که قبلا سینمای انگلیس لک میکرد و علتش هم این بود که it wasn't inclusive, but here it's inclusive. You see the white and the brown and the black and everybody together. The black Jamaican Rastafari poet, who's my favorite character in this film. Everyone's included together and it's like a very, it's an evolution in realist British filmmaking, which was mostly focused on either white audiences or marginalized, like again, black people representing their community. So this is different from that. Otherwise, I don't know if I'm over time, but I can. Nothing specific about actually, but به فکر کنم بهتر شده روی سوسیولوژی و آنتروپولوژی من صحبت نکنم چون مطمئنم تو جمع کسایی هستن که بیشتر از من راجع به این موضوع میدونن ولی شاید بهتر باشه با اون سوال مثلا برای جمع بذارم ببینم بعدش اگه میخوان کسی اینو ادامه بده. یه کانسپتی هست به اسم third space in diaspora. If any of you do sociology you for sure know about it. Homi Bhabha I think first wrote about that که در واقع آدم هایی که آیدنتیتی خودشون توی دیاسپورا میخوان شکل بدن از یه first space و second space خارج شدن و دارن در یه third space زندگی میکنن. تعریف های نام اینه که actually I think I wrote it down somewhere maybe که در حالت سیمپلیفایدش اینه که به فرست سپیس به این حالت فکر کنید که جای فیزیکیه که شما درش هستین. به سکند سپیس اینجوری فکر کنید که جای منتالیه که توش هستین. مثلا برای من شخص خودم میگم فرست سپیس من کاناداه و سکند سپیس من ایرانه چون من اونجا به دنیا اومدم بزرگ شدم. And the third space is an imaginary place that's not mental and it's not physical, but it's where I'm shaping my identity. So I think the definition Homi Bhabha came up with was that the first space was reality of body and material production of culture. The second was abstraction of mind, cultural subtext of global experience. And the third is a hybrid location of antagonism, perpetual tension, and pregnant chaos. It's a result of a long history of confrontations between unequal cultures and the dominant forces struggle to control and contain the smaller culture. این توی این فیلم به نظر من اگزمپل خوبی از اینه. یعنی یه سری کاراکترهای رو با کنار هم میذاره که حتی میشه گفت کاراکتر جانی هم که از his first and second spaces are the same, he's still in a third space trying to build an identity, but especially for everybody else.
شاید مثلا عمو کاراکتر عموه خود کاراکتر خودشو پیدا کرده باشه. And he's in maybe in no third space or maybe that's his lack of identity. ولی همه کاراکترهای پاکستانی دیگه فیلم به نظر من they're in that in between stage. And one of them actually makes a comment on it. I think it's Cherry, Salim's wife, right? She says something, I took a note down when we were watching the movie. She says, I'm sick of hearing about this in-betweens. People should make up their minds where they are, right? So even the film itself comments on that, that everybody around them is in an in-between state. And that includes, like, Tanya's obviously like that. She's not overwhelmed, but like she's had it enough with the patriarchal family that she's living with to the point that she's like putting her shirt up and showing her boobs to everybody at the party. But then, where is she going? We don't know. چیزم قطار هم تو فیلم یا مونتیفه دیگه هم باز مثلا اون پا و شیشه قطار رو چند بار میبینیم. Maybe it's a comment on how fluid their identities are and how they're always in movement. Maybe, I don't know. ولی تانیا مثلا she's definitely occupied in the third space and so is Omar. So I don't know if you guys want to make a comment on that. حرف آخر فهم هم از خود حنیف کورشی میذارم راجعه این فیلم چون این جمله شو اینترنت پیدا کردم که از یه مصاحبه ای با پراسپیکت مگزین همین موقعی که فیلم در اومد که به نظر من جالبه از دید خودش ببینید که چی داشته فکر میکرده اینکه maybe he was still burdened with representation but he didn't see it that way. So it's his comment verbatim. It says, it was a new idea of being Asian, not the traditional notions of victims cowering in the corner. I wanted to show that Asians were not all progressive or nice, so I had an Asian as a vicious Thatcherite. It was the first time that I remember the left and Muslim fundamentalists joining hands, but against him, right? So Islamic critics would say, you're saying we're all homosexuals and you shouldn't wash your dirty linen in public. And the left would say, you should be standing up for your community and you should not attack minority communities. So again, even he himself seems to be in an in-between state of not knowing where he belongs, right? Anyway, that's about it. Miss. Okay, خب تقریبا یه نیم ساعتی